دخترم کجاست؟ جاش امنه. تا نبینمش باور نمی کنم. دخترم چی کار داریم؟ اونو ولش کنی. اما دخترت کاری نداریم، خودتو میخوای. اونو ولش کنی، من در اختیارتونم. تو بیا تو کشتی، این میره. بیا پایین. نه یا بابا، اینا خطرناکه. دخترمو ول کنید تا من بیام پایین. برو برو یالا. الو بابا، نرو. الو آقا، زدنش. البته یکی دیگه زد. حداقل دو سه تا تیر خورد. مرده یا نه؟ فکر کنم مرده باشه. الان کجا؟ نمیدونم. نیدمش، ولی فکر کنم با خودش بود، چون با خودش بردش. خب اون گوشاتو واکن ببین چی میگم. تا وقتی که خاکش نکردن یعنی چی زنده است. برو دنبالش، گمشون نکنی. خبرم کن. چشم، چشم. خدا. بابا بهتری؟ شما که میخواستین ما رو نجات بدین، چرا بابا رو با تیر زدین؟ اگه نزده بودم که الان کناره نبود. الو. الو مامان. سلام سر، تویی؟ کجایی؟ من حالم خوبه. به دکترمون میگی بیاد؟ چی شده سر؟ گوش کن مامان، بابا زخمی شده. بابا چی شده؟ بابا حالش خوبه، میشه اینقدر سوال نپرسی؟ فقط زنگ بزن دکتر. باشه باشه، زنگ میزنم دکتر. زود باش، خدافظ. چیزی نیست. بیرنش رو اتاق. لطفا بیرنش رو اتاق. خیلی آروم بخواب نشوتر. خیلی آروم بخواب نشوتر. خیلی آروم، خیلی آروم. چشمان رو بخواب.
بفرمایید. آیو امشب باید تکلیف پست نخست وزیری مشخص بشه. خب تعلل بیش از این جایز نیست. آقای بنی صدر هم باید یا گزینه مناسب رو معرفی بکنن یا پیشنهاد مجلس رو بپذیرن. با رایزنی هایی که در مجلس صورت گرفته آقای رجایی از همه بیشتر شانس داره. من مطمئنم که آقای بنی صدر دیگه مقاومت نمی کنه، اما میدونم بعدن کارشکنی خواهد کرد. من هم با شما هم عقیدم. آقای بنی صدر شخصیتی تکرو و خودمحور داره که فکر میکنه که نیاز به نصیحت و مشورت نداره، هرچند ممکنه از روی سیاست و مصلحت اندیشی با گزینه انتخابی حزب موافقت بکنه، ولی مطمئنا در آینده کارشکنی خواهد کرد. بله. آقای صمدی این برگه ها رو بدید دبیرخانه برای تایید. چشم. سلام علیکم. یالله. سلام علیکم. بفرمید، بفرمید، خواهش میکنم. آقای رئیس جمهور. خواهش میکنم. به قول شما علما شرف المکان بالمکین. بنده جام همینجا راحته. بفرمید. ما هم اگر ارج و قربی هست از این صندلی ها به دست نیاورد. آقای بنی صدر، داشتیم در مورد اینکه نخست وزیر باید هر چه سریعتر انتخاب بشه بحث میکردیم. بله، بنده عرض میکردم در شرایط کنونی تعلل بیش از این ابدا جایز نیست. رئیس جمهور در این مملکت ظاهرا مترسک سر جالیزه. خب ما رو برای چی صدا میکنید؟ ماشاءالله آقایون خیاطن، خودشان میبرن، خودشان میدوزن. شما رو برای اندازه کردن و پروب لباس دعوت کردیم. آقای بهشتی، مشکل اینجاست کتی که شما بدوزید اندازه تن بنده نمیشه. به درد خودتونم نمیخوره. بحث دوختن نیست آقای رئیس جمهور، بحث ساختنه. ما اینجا دور هم جمع شدیم که با هم فکری هم نخست وزیری انتخاب بشه که با قدرت اجرایش مملکت رو از نو بسازه. شخصی که هم شرایط و مشکلات رو از نزدیک دیده باشه و هم شخصیتی انقلابی و برآمده از بطن انقلاب داشته باشه. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. آقایون انگار دعاهاتون مستجاب شده، چرا که مجلس با آقای رجایی موافقت کرده و گزینه‌های بنده به عنوان شخص اول دولت رد شده. پس این همه جلسه و بگیر و ببند نداره آقا. اه به، خبر خیلی خوبی دادید از مجلس آقای رئیس جمهور. من ایشونو فردا به مجلس معرفی میکنم تا ببینیم سیاست گچ و تخت پاک کن چطور عمل میکنه. سیاست شاه و شاه بازی که برای مردم کاری نکرد، شاید سیاست گچ و تخت کارسازتر باشه. 11 میلیون نفر از همین آدمایی که شما میفرمایید به بنده رأی دادن آقای آیت الله. شما اگه تو کار دولت دخالت نکنید، اگه اختیارات رئیس جمهور رو محدود نکنید، همه چیز درست میشه. شما زیاده خواه هستید. الان رئیس جمهور قدرتی نداره. رادیو تلویزیون در اختیار شماست، مجلس و دادگاه ها در اختیار شماست، روزنامه در اختیار شماست. بنده فقط روزنامه انقلاب اسلامی رو دارم. حالا هم با آوردن یه معلم ساده میخواید چوب لای چرخ دولت بذارید. آقای رئیس جمهور، همین سیاست گچ و تخت پاکون شما رو دکتر بنی صد کرده و تحویل جامعه داده تا بتونید 11 میلیون رای بیارید. آقای دکتر بنی صد، شما جانشین فرمانده کل قوا و رئیس جمهورید. میخواید قانون رو هم شما وضع کنید، دادگاه ها رو هم در اختیار بگیرید. اصلا میخواید مراجع برن شما رساله بنویسید مردم از شما تقلید کنن. آقای بهشتی، علم من در اداره مملکت و اقتصاد بیشتر از علم شماست. در این مورد به خصوص اگه اجازه بفرمایید از بنده تقلید بشه خیلی بهتره. آقایان خواهش میکنم، ما در شرایط کنونی نباید با هم اختلاف داشته باشیم. از یک طرف عراق برای کشور مشکل درست کرده، از طرف دیگه گروه منافقین و سایر گروه ها در جهت مخالف امنیت ملی در حرکتند. ما باید اختلافات رو کنار بگذاریم و به یک رأی واحد برسیم. انشالله آقای بنی صدر هم موافقن. اگر آقایون مخالفتی ندارن صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنده فردا حکم معرفی ایشونو میفرستم مجلس. خدا نگهدار. یا الله. آقا محمد علی، شما هم باید زودتر لیست کابینتون رو معرفی کنیم به دفتر دکتر بنی صدر تا در صورت موافقت ایشون دولت رو زودتر تشکیل بدیم.
اتفاقا من یه لیست از وزرای پیشنهادی آماده کردم که تقدیم بکنم. مونده دو تا وزارتخانه بسیار مهم، یکی وزارت امور خارجه، یکی هم وزارت آموزش و پرورش، که اونم دو تا گزینه براش دارم. خب همین الان مطرح کنید. بسیار خوب. برای وزارت آموزش و پرورش به نظر من بهتر از آقای باهنر نیست. من ممنونم از اعتماد و حسن توجه شما آقای رجایی، ولی من اینقدر مشغله و گرفتاری دارم که نمیرسم کار اجرایی انجام بدم. علاوه بر اون توی این مدت با برخوردهایی که با آقای رئیس جمهور داشتم بعید میدونم ایشون منو بپذیرن. بهتره به یه گزینه دیگه فکر کنید. رک و روراست من شایسته تر از آقای باهنر کسی دیگر رو نمیشناسم. آقای رجایی در انتخاب کابینه حساسیت های لازم رو داشته باشین. آقای بنی صدر هم با اکراه نخست وزیری شما رو پذیرفتن. ماشاءالله دشمن های حزب هم که کم نیستن، منتظر کوچکترین فرصتی هستن برای شیطنت. بله بله، من هم کاملا با آقای خامنه ای موافقم. بسیار خوب. آقای رجایی فردا به محض دریافت معرفی نامه ریاست جمهوری لیست کابینه رو برای بنده ارسال کنید. آیان ختم جلسه یه صلوات عنایت کنید. اللهم صل على محمد. خیلی دقیق تر باش. خیلی خوب، جلسه بعدی باشه واسه فردا شب. فقط از در ساختمون همگی با هم خارج نشید. مسعود کجاست؟ رفته ارتش. چه خبر؟ حالت خوبه؟ آره خوبم. چرا انقدر دیر کردی؟ کار داشتم. کجا سیر میکنی ابوالفضل؟ بینشون شکراب شده و این خیلی خوبه. منتها یکشون هست که این وسط سعی میکنه از اختلافات بیشتر جلوگیری کنه و این اصلا خوب نیست. منظورت کیه؟ اون که از همه خطرناکتره، محمد جواد باهنر. یه لحظه تشریف بیارین داخل. بله آقای دکتر. این نامه مبنی بر معرفی نخست وزیر تنظیم شده. بعد از انجام روال اداری تقدیم کنی خدمتشون. بله چشم. فقط آقای دکتر، آقای رجایی تماس گرفتن. درخواست ملاقات داشتن. میخواستن درباره وزرای پیشنهادی کابینه باهاتون جلسه داشته باشن. چی بهشون میگم؟ ایشون زیادی عجله دارن. من فعلا وقت ندارم. فردا باید برم جبهه، چون ستاد ارتش بسیار سردرگم و به هم ریخته است. باید از حرکات عراقی‌ها مطلع بشم. این مسئله رو خدمتشون ابلاغ کن و بگو که جلسه ما بماند زمانی که بنده از سفر برگشتم. چشمت من با عزتون آقای دکتر.
الو با چه کسایی؟ هویتشو معلوم شده؟ خب دیگه کی؟ آها پس جالب شد. نه بعید میدونم این شرکت ها با داستان ما چیزی داشته باشن. احتمالا داره این پسر ما رو گمراه میکنه. حالا تو ببینیم. راستی رضا یه اطلاعاتی هم درباره استاد لیلا خانم به دست آوردم. ببین این خانم احمدی دختر مسعود احمدیه که فوت کرده. کارش هم یه شرکت گردشگری بوده. مادر شیرین زرده است. هیچ کدومشون هم سابقه سیاسی و انقلابی و ضد انقلابی هم نداشتن. 10 سال پیش خانم احمدی از شوهرش جدا میشه. دو تا هم بچه دارن به اسمای سارا و سپهر. دختری که کوچیکتر ایران زندگی میکنه، پسرش سپهر رفته انگلیس برای ادامه تحصیل، تا الانم برنگشته. باش. دست در نکنه. میبینمت فردا. خدافظ. قربانت خدافظ. چایی؟ بفرمایی. دست درد نکنه. رضا تو به من اعتماد نداری؟ چه ندارم؟ چطور؟ این چند وقته درگیر مسائلی هستی که یه جوری تو خونه رفتار میکنی من احساس میکنم خیلی غریبم. نه ببین اصلا بحث اعتماد و غریبه نیست. تو که میدونی شغل من چیه، فقط نمیخوام خیلی درگیر کارهای من بشی. میفهمم، فقط میخوام بدونی من خیلی نگرانتم. میدونم، نگران نباش لیلا جان. از استادت چه خبر؟ فعلا که داره با هم همکاری میکنه، قول داده کمکم کنه. عالی. قن نمیدی من بخورم؟ خیلی تلخه. ببخشید یادم را هم صحبت کردیم. امنیت خودت و خانوادت رو چه قبل از دادگاه چه بعد از دادگاه رو ما تضمین میکنیم. چطور توقع داری بیام جایی که یه اوم علیهشون شعار دادم؟ بابت جون خودم و خانوادم ازت تشکر میکنم. واقعا فکر میکنی زنده میذارن تو؟ باید بهم زمان بدی. به هر حال توی این مدت ممکنه هر اتفاقی بیفته، پس زودتر فکراتو بکن به من خبر بده. Ben bu Erkan'ı tanıyorum. Başına bir iş alacak. Nasıl yani? Meslektaşlarına söylemişti. Ben bu işi kendim tek başıma yapacağım diye. Hayır. Düşünürüm Erkan şimdi kafeye gitsin. Kerem'le görüşsün. Ve şimdi biz de onun peşinden gidelim. Okey, gidelim. هیچی، خواستم بگم اون یکی جسدم پیدا شد، الان تو اخبار دیدم.
خوش مرحبا، خوش گردن. پلیس. بگم. Erkan hakkında şikayet ettiniz mi? Şikayet? Çe şikayeti komiser? Bugün çe şikayeti? Ne şikayeti diyor? Biz şikayet etmedik hiç. O gün kendiniz söylediniz. Aa, ne baba komiser, میدونی اون روز یکم حال من فضایی بود، یعنی عصبی بودم. فضایی رو نگو، بگو عصبی بود یه چیزی گفته. نه من اگه سدیلیدم بیشه سویلمش olabilirim ama şikayet etmedim hiç. Ne oldu pişman oldunuz? دوشوندم کمیسر، با خودم فکر کردم اگه منم جای ارکان بودم و حتما بدترش رو انجام میدادم. واسه اینه که دیگه منصرف شدم. بگو منصرف شدم. یا من دوشوندم من ارکانه یعنی اصلایدم کسیم من بندن داها بترینی یپاردم. اون ایچین من وزگشتم یعنی شکایت اتمدم. تمام کنودان داها فازه ازاقلاشمیالم. سیز داها انجه بیزه الیفین ایتیار بی ادامون پشینده اولدونو سویلمیشتیمیز. بله یه عکسی دستش بود. نه نگو عکس دستش بود، توی موبایلش بود، میگفتش که پدرمه. چطور؟ بگو چطور؟ به تلفنونده بی تانه بنا فوتوراف گسترده، دیده بابامدر. نیه نه اولمش؟ سیزه بی فوتوراف گستریجم، باکالم تانیه بیلیجک میسینیز. میدونید جناب معاون کمیسر، من باید عکس رو ببینم تا ببینم خودشه یا نه. بگو باید عکس رو ببینم. که منم فوتورافو گرمم لازم که باقیم او مدر او دیلم. خودشه، بگو خودشه. کندسیدر. امین میسینیز؟ جناب کمیسر، تا جایی که من یادمه این خودشه. حالا مگه چیزی شده؟ بپرس چیزی شده؟ hatırladığım kadar kendisidir. Bir şey mi olmuş? Siz haberleri seyretmiyorsunuz. من زیاد اهل اخبار و اینا نیستم. بگو نه اخبار من گوش نمیدم. دور ben fazla haberleri falan seyretmem yani ne olmuş? Bu adamın cesedi bu sabah evinde bulundu. Yok ya. Evet. Evet. دخالت نباشه جناب کمیسر. ولی من فکر میکنم این قتل یکم خانوادگی باشه. یعنی یه جوری به هم دیگه مربوطه. بگوش. دیوشینیزه karışmış gibi olmayayım ama bence bu aile arasında bir husumettir. Bunların ölümleri yani buna bağlı olabilir. Nasıl yani? خب جناب کمیسر، نمیشه که یه نفر هم دختر رو بکشه هم پدر رو بکشه. میدونی من فکر میکنم یه نفر با اینا مشکل داشته. بگو این خیلی مهمه. دیگه که یعنی نصر بیرسی هم قزی öldürmüş هم باباسونو öldürmüş kesinlikle bunların arasında bir husumet varmış yani bizimle ilgisi yok. Bu işin iyi tarafı babası değilmiş hatta ve hatta akrabası da değilmiş. ولی دختره گفت پدرشا. آراس بگو. Diyor kız bana söyledi ki babamdır. Sen bana daha önce bu adamı hiç tanımadığımı söylemişti. Ben nemişnasamış. Hasan kollan tu umram nedidemiş. Aras bugu. Diyor ben tanımıyorum ve hatta ömrümde hiç görmedim bu adamı. Çe haber onu? Hiç. نشستن دارن حرف میزنن. راست یه ارکان چی شد؟ یه خورو باید صبر کنیم. تا کی؟ تا وقتی بهم خبر بدن. یه چیزایی هست که شما خبر ندارین. بهترم هست که چیزی ندارین. بله؟ حسن آماده هست؟ بله آماده هست. کارش را بندازیم. چه کاری؟ یعنی بکشینش؟ بله، همین که گفتم، تمام. امین میسینیز؟ düşünmüyorum ama son konuşmalarında meslektaşına söylemişti. آقای کمیسر، حالا شاید هم منظورش من نبوده باشم. اصلا شما بگو که بخواد دست به کار بشه. چی کار میخواد بکنه؟ و
Bego Aras. Diyor ki belki onun aklındaki hiç ben değildim. Bir de bizimle uğraştın mesela, ne yapacak? Bunu söylediğinde işinden hiç haberi yoktu. Sizi takip ettikten sonra işini bulmuş. Özür dilerim. Herhalde bu gerçek. Sizin aleyhinize elimizde delil olmasa bile. Aa, hala behter şut. Bego. Şimdi güzel oldu, iyi oldu. Herhalde biz söyledik. Minde bir Erkan'ın işi olabilir. Bizden söylemek. Memnun Cenab-ı Komiser. واقعیتش اون روزم من یکم تند رفتم. دلیلشم فقط واسه این بود که دروغ گفت برای دیدن من. دیگه که من herhalde o gün biraz acemi davrandım. Üzülmemin de delili buydu ki yani o gün beni görmek için yalan söylemiş. Bize yardım ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Rica ederiz komiser, rica ederiz. Güle güle, güle güle. Görüşürüz. Güle güle. Hoş mu kalan? Befarmayın, befarmayın. Alo. Nasılsın? Vallahi ben de bilmiyorum neredeyim. Hazırlan, bu akşam istediğine yetereceksin. Sana ne, ben dışarıdayım. Sen kendi işine bak hadi. Görümeli Reza, sabunu kordi. Nah, nemiخورم. اینم داره یه چیزی میخورم، عجله دارم. باش، مراقب خودت باش. رضا، اگه شد غروب یکم زودتر بیا، بعد بریم دم خونه دکتر احمدی. شماره 9 و 11 مجله مجاهده برام پیدا کرده. اه؟ چالی؟ حالا اگه کار داری خودم هم میتونم برم. نه، وای میسی با هم میریم. باشه. گفتی خونهش کجا بود؟ هفته تیر. هفته تیر. خداحافظ. ما علیکی داریم وقت کشی میکنیم. من میگم تا رحمت جلو چشمونه به یه بهونه بازداشتش کنیم، بعد تو بازجویی میتونیم بفهمیم که از کی داره دستور میگیره. لااقلش اینه که اگه بخواد گند دیگه ای بالا بیاره میفهمیم. جفتشون سوار آسانسور شدن. دستور چیه؟ هیچ کی بالا نره تا من دستور بعدی رو اعلام کنم. سجاد تو هم شیش دنگ حواست بزنه باشه. هر جا رفت سایه به سایه دنبالش میری. اطاعت. چی شد؟ چیکار کنیم؟ آیه شیا گفتن همینجا منتظر بمونیم بالا نره. الله بیاد.
عجله کن، این طرف سریعتر. خواهم حرکت کن. خانم لطفا سریعتر. خواهم سریعتر خودش. خانم یه خود سریعتر. خواهم سریعتر. خواهم حرکت کن. سریع‌تر از سمت راست خواهش می‌کنم. سریع‌تر خانم لطفا سریع‌تر. خانم لطفا بگرده آقا عجله کن. آقا عجله کن. چی بده آفاد خورو بزن آقا. دستمون دارم. لعنتی.